به یاد دوست. سلام، اولین بار تو سلام کردی یا اون؟ اولین روز مدرسه که همه توی صف ایستاده بودن و هیچکی اون یکی رو نمیشناخت، یکی از کمرویش دست برداشت و گفت سلام، و اون وقت داستان یک دوستی شروع شد. یادش بخیر. هر روز مثل همیشه مادرم صبحونه را آماده میکرد. دوباره مدرسه خوبیش. ای بابا، نه از تنبلیه، دید از خواب پا شدنه. حتما دیگه دوباره مدرسه هم دیر شد. آره چی کار کنم؟ کلاس هامون گرچه پرپیچ و تاب بود، اما صفا و صمیمیت در اون موج بزن. بابا آب داد، بابا نان داد. اولین جمله هایی بودن که یاد گرفتیم بخونیم، بنویسیم، حدر به صدا در اومدن زنگ تفریح یک عمر طول میکشید، اما زود تموم میشد. شاید انتظار ثانیه ها رو متوقف میکرد. مسیر مدرسه به خونه، هم بازی شدن با هم کلاسی ها، و گاهی شیطنت های کودکانه. بهترین روزها روزایی بود که معلم دفترها رو نگاه نمی کرد. تماشای برنامه کودک حکم جایزه رو داشت. ساده اما پرمحتوا. بازیامون خیلی رنگ برنگ، یعنی متفاوت. الک دلک بازی میکرد، فوتبال بازی میکرد. همیشه ساعت 9 شب از رادیو آوازی پخش میشد و برای ما این معنی رو داشت که وقت خواب، خواب روزگار رو ببین. کلاس و 35 تا دانش آموز، اما هزار هزار تا خاطره. معلم کلاس اول یادت میاد؟ مهربونیاش، تشویقاش، عصبانیتاش، کارتای آفرین و صد آفرین که بهت میداد. راستی ازش خبر داری؟ میدونی در چه حالیه؟ خدای نکرده بیمار نیست، به احوال پرسی تو نیاز نداره. حالا که نزدیک شروع مدرسه ها هستیم، فکر نمی کنی خوب باشه اگر ازش یه سراغی بگیری، بهش یه زنگی بزنی؟ خدای نکرده اگه بیماره ازش خبری بگیری. معلم کلاس اول، اول مهر و هزار هزار تا خاطره خوب و شیرین. خوب گوش کن بعد جواب بده، مبصد 4 ساله کلاس من. به من بگو بدونم هر آدمی چند تا دونه انگشت توی دستاش داره. خب مبصد 5 ساله کلاس جانم، آقا معلم جانم، به من بگو بدونم هر آدمی توی دستاش چند تا دونه انگشت داره. آقا عجیزه اگه حلمون نکنیم میگیم. آقا زود باش، حلت نمی کنم، جواب بده هر آدمی تو دستاش چند تا دونه انگشت داره. آقا اجازه، حلم نکن، دست و پاهامو گم نکن. جواب بده. آقا اجازه، الان میگم دست و پاهامو گم نکن. آقا اجازه، جواب میدم، زود تون سری جواب میدم. هر آدمی تو دستاش 11 تا انگشت داره. هر آدمی تو دستاش 11 تا انگشت داره. آخه چطور همچین چیزی ممکنه مبصر 5 ساله کلاس؟ آخه چطور همچین چیزی ممکنه مبصر 4 ساله کلاس؟ آقا اجازه، جواب میدم، زود تون سریع جواب میدم. ده و نه و هشت و هفت و شیش. ده و نه و هشت و هفت و شیش با پنج تا میشه 11 تا. ده و نه و هشت و هفت و شیش با پنج تا میشه 11 تا. آخه چطور همچین چیزی ممکنه بچه ها؟ سلام.
بیننده های عزیز برنامه خوبه تا همیشه، امیدوارم که تا اینجای روز رو به بهترین وجه گذرانده باشید. عرضم به حضورتون که حدود 33 سال پیش برای ضبط چند برنامه تئاتر تلویزیونی معروف به تئاتر به تلویزیون دعوت شدم. میخواد اون عکسی رو که دیروز توی پارک با هوشنگ جون ما گرفته بود بزنه بچه به دیوار. پس از اون چندین برنامه های کودکان و جوان به پیشنهاد شد که معروفترینشون سریال هزار رنگ و هزار برگ، هتل پرستاره، ماجراهای جنگیل و فینگیل، همسایه های روبرو، فرزندان ایران، تماشاخانه ایران. آخه اوستا ظرفیت تکمیل شده. آه؟ یعنی سالون پر شده؟ نه اوستا، ولی که بیلیتا رزرو شده. و یک سری برنامه که دیگه سرتون رو درد نمیارم، از اون سالهای 61 تا 73 برای تلویزیون کار کردیم که میتونم بگم معروفترینشون سریال قمص قلقلک یا درس شیرین ریاضی بود که به اتفاق همکار و دوست عزیزم جناب آقای موهبهری انجام دادیم برای شما بیننده های محترم، که معروف شد به مبصر 4 ساله و 5 ساله کلاس. آقا اجازه، با اجازتون داشتیم یه مردانم بودی چند تا تخم میکنه بازی میکردیم. آقا ده بد کاری میکردی جانم، بد کاری میکردی. یک ارزم و سریال ساختم به نام ماجراهای قطار قطار. آی بچه جون، آی بچه جون، آی بچه شیرین زبون، میخوام برات قصه بگم، گر پسر قصه بگم، حواستون جمع باشه، اشتباهتون کم باشه. که برای بچه های عزیز بود و به خصوص بچه هایی که حاشیه خط راهن هستن، و اینقدر این سریال برای بچه ها جالب بود که سری دومش داشت پخش میشد، قسمت دومش پخش میشد، تمام شعرهای تیتراژ آغازین و پایانی سریال بچه ها حفظ شده بودن، و من بالاترین دستمزدم این شد که اینقدر تو دل همه آهاد کشور عزیزمون به خصوص بچه های عزیز این سریال خوش نشسته. آی کاظمی، همونطوری که خدمتتون عرض کردم یه مقدار کارهای عقب مونده اداره دارم، باید به اونا برسم و اونا رو رتق و فتق کنم. سر یکی از فیلم‌های سینمایی که بودیم، کارگردان محترم به دلیل اینکه می‌خواست اون روز حد اکثر استفاده از اون روز داشته بشه و تا اونجا که ممکنه سکانس و پلانایی که آماده کرده بگیره، ساعت حدودا نزدیک به 4 شده بود و هنوز کات نداده بود که عوامل بدن برای نهار. خلاصه دیدیم که نه چنین چیزی نیست. یکی از بازیگرها که اون روز توی یه سکانس قبلی دلش رو به دریا زد و رفت جلو دوربین واسه و گفت سکانس نهاره، دیالوگ هم نداره، کات. باشه خانم، الان میبرمش دستشویی، دندوناشو مسواک کنم. رضا جان بسرم، باز دندوناش واسه خوابیدی؟ باشه بسرم دندوناشو بشون، بعدم برو بخون. آفرین. پاشو کسلی نکن، پاشو عزیزم، پاشو به قدر بابا، پاشو عزیز من، پاشو بلونت بلن، پاشو کسلی نکن. بس من تلویزیون خاموش کنم، بعد بریم اسفار کنم. سب کن. امیدوارم در اولین فرصت با برنامه‌های دیگه برای شما عزیزان برنامه‌های متنوعی رو تولید کنیم و بتونیم هرچه بیشتر و بهتر در خدمت شما عزیزان باشیم و گل لبخند رو روی لب‌های شما عزیزان هرچه بیشتر و بهتر داشته باشیم. به امید دیدار، خدا نگهدارتون باشه. تو رزرو شده زمون جاها فندنیا. آفرین شاگرد ما، چقدر درنگ شده. آفرین آفرین. یادم باشه به تو شیرینی بدم. قشنگ میری در گاف صندوق، شماره رمزش همینه. آی بچه جون، آی بچه جون، یعنی که یک حریم دو میکشن و میگی مثلا از اینجا به اون طرف ممنوعه، یعنی مثلا بچه نباید به محوطه قطار نزدیک بشه. متوجه شدی؟ آفرین بچه های خوب. ماشاءالله ماشاءالله. پس بل 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 که میگفتید ایشون بله بگید بگید برای آشنا شدن بیشتر با شما خیلی علاقه دارید. الان دیگه بس در همین حد باشه. در هر صورت من از حضور شما خواهش میکنم فردا که توی جلسه انجمن اولیاء امربیان شرکت میفرمایید، وضعیت درسی و رفتاری هوشنگی رو مادم جویا بشه. بابا با یه بسته کوچیک وارد خونه میشد و تو با ذوق و شوق میدویدی و ازش استقبال میکردی. توی دست بابا یه جعبه کوچیک بود. جعبه رو که باز میکرد
کلی ذوق میکردی، چند تا مداد قرمز و چند تا مداد سیاه، و این یه هدیه تمام عیار بود برای ماها نوشتن و گاهی نقاشی کشیدن. چه کمک بزرگیم بود، یادت میاد؟ وقتی که حسابی خسته می شدی، کسل می شدی، به بهانه تراشیدن مداد می رفتی به سراغ سطلی که گوشه کلاس بود، شروع می کردی به تراشیدن مداد، اما با احتیاط تمام. چرا؟ برای اینکه قول داده بودی به بابا و به مامان، قول داده بودی که از این مداد ماها استفاده بکنی. یه خاطره با چند تا مداد، چند تا مداد قرمز و سیاه. گاهی فقط دوست داریم قدم بزنیم، قدم بزنیم و فکر کنیم به دیروز و امروز، حتی به فردا. قدم بزنیم و غرق بشیم میون کلی تصاویر که از جلوی چشمامون رد میشه، تصاویری که روزی زندگی بود اما الان خاطره شد و زندگی بخشه. اینجا پر از تصاویر و خاطره هایی که توی کتاب ها پنهان شدند، میخوایم با هم دوباره پیداشون کنیم، دوباره سفر کنیم، سفری به سالهای 50 و 60. به نام خدا. سلام به کتابخانه ملی ایران، خیلی خیلی خوش آمدید. عاقبت جوینده یا بنده است، شعر آقای قیصر امینپور رو بالاخره اینجا در سروش نوجوان با اسم بوی ماه مدرسه پیدا کردم. من میگم بچه‌ها خیلی این شعر رو دوست داشتن، اما پدرها و مادرها بیشتر، یعنی پدرها و مادرها لحظه شماریم کردن برای رفتن بچه‌ها به مدرسه، چون که توی تابستون خسته می‌شدن از دست شلوغکاری بچه‌ها. حالا اگه آماده هستید و می‌خواید یادآوری کنید اون خاطرات قشنگتون رو، من شعر رو بخونم. بوی ماه مدرسه. باز آمد بوی ماه مدرسه، بوی بازی‌های راه مدرسه، بوی ماه مهر، ماه مهربان، بوی خورشید، پگاه مدرسه. از میان کوچه های خستگی می گریزم در پناه مدرسه. باز می بینم ز شوق بچه ها اشتیاقی در نگاه مدرسه. زنگ تفریح و پیاهوی نشاط، خنده های قاه قاه مدرسه. باز بوی باغ را خواهم شنید از سرود صبحگاه مدرسه. روز اول لاله‌ای خواهم کشید صبح بر تخت سیاه مدرسه. آخ یادش بخیر. اومدیم به سالن مطالعه کتابخانه ملی ایران، جایی که باید کمتر حرف زد و بیشتر خوند و حتی باید آرومتر حرف زد. من روزنامه اطلاعات مهر ماه 1367 رو برای شما انتخاب کردم. بگید برای چی؟ برای اینکه میدونم همه شما یه خاطره خیلی شیرین از این روز دارید، اول مهر سال 1367. بگید برای چی؟ برای اینکه اول مهر روز جمعه بود. حالا نمیخواد جلوی بچه‌هاتون بگید ما بچه درس خون بودیم، خیلی دوست داشتیم بریم مدرسه. من میدونم همیشه بچه‌ها بعد از 3 ماه تعطیلی تابستون با اول مهر همیشه مشکل دارن. اما سال 1367 اول مهر جمعه بود. خب سال تحصیلی جدید با سخنان رئیس جمهوری آغاز شد و حتما میدونید که در سال 1367 رئیس جمهور وقت کشورمون رهبر معظم انقلاب بودند. با پیام ایشون سال تحصیلی جدید آغاز شده. بریم صفحه بعد. دو کلمه حرف حساب، بازم از کی؟ از گل آقای معروف. ایشون درباره تعلیم و تربیت صحبت کردن در این ستون. مثل که اون زمان یه صحبتهایی شده بوده که لوازم و تحریر و پارچه فرم مدارس باید در مدارس توزیع بشه و ایشون حسابی گله‌مند بودن به این طرح و صحبتهایی کردن، ولی آخرش خیلی بامزه گفتن که خب هیچ وقت دعوا و اوقات تلخی با گل آقای خودتون نداشته باشید. روزنامه اطلاعات
از یک اتفاق خوب پزشکی در بیمارستان خاتم الانبیا در همین صفحه اول خبر میده. عمل جراحی تومور مغز با استفاده از لیزر برای اولین بار در بیمارستان خاتم الانبیای تهران انجام شد. واسه افتخار توسط دکتر ابوالفضل رحیمی زاده، همونطور که گفتم در بیمارستان خاتم الانبیا. کاش آشناهای دکتر بتونن با ما تماس بگیرن و یه خبری از خود دکتر و حسوالی که اون زمان داشتن به ما بدن. اینجا یه چیز جالب نوشته، یعنی یه آگاهی درباره پرورش کیوی. من یه خاطره خیلی قشنگ دارم. اون زمان که تازه کیوی فروت وارد بازار شده بود، مردم اصلا با این میوه آشنا نبودن. یادم یکی از آشناهای این میوه رو آورده بود تو خونه ما، با تعجب به همه نشون میداد، میگفت اصلا ما نمیدونیم اینو باید چه جوری بخوریم. راستی شما الان میدونید کیوی فروت رو چه جوری میخورن؟ وقتی نوشته میشیم موندگار میشیم. حالا قدم میزنم همه تاریخ مکتوب رو. من و تو جزی از تاریخی، شاید هم تاریخ من و توییم. اینجا کتابخانه ملی و من مینا هاشمی همراه شما مرور میکنیم تاریخ مشترک مکتوبمون. خب ببینیم چه خبر از روزنامه کیهان سال 1367. در روزنامه کیهان هم به بازگشای مدرسه پرداخته شده و گفتن زنگ‌های درس و مدرسه برای 13 میلیون دانش آموز به صدا درآمد. من فکر می‌کنم دانش آموزان ما الان در سال 1394 حدود 12 میلیون و مثلا 300 نفر باشن. به هر صورت زنگ‌های درس و مدرسه برای 13 میلیون دانش آموز در سال 1367 به صدا درآمد. اما اینجا آگهی مجلس ترحیم استاد سید محمد حسین بهجت تبریزی هم چاپ شده. ایشون ملقب بودن به شهریار مشرق زمین. بعد نیست یادی کنیم ازشون و شعرهای قشنگی که داشتن و همیشه مایه فخر تمام ایرانی ها هستن. از اون زمان که مصری ها کاغذ پاپیروس رو اختراع کردند تا همین امروز که من و تو ورق ورق زندگیمون رو ثبت میکنیم، هزاران سال گذشته. هنوز من، هنوز تو و تا همیشه کاغذ. عجب حال و هوایی داره این کتابخانه ملی ایران و چقدر عزیزانمون در این مکان زحمت میکشن. اینجا هم که دارید میبینید کتاب ها و روزنامه های قدیمیه که فکر میکنم همشون در صف انتظار هستن برای ترمیم و برای اینکه بشه دوباره از اونها استفاده بهینه کرد. آهای بچه‌هایی که سال 1367 اسم و عکس شما توی کیهان بچه‌ها به عنوان شاگرد ممتاز چاپ شده، اگه دوست داشتید حتما با ما تماس بگیرید. بگید الان دارید چیکار میکنید، اون موقع چه حس و حالی داشتید وقتی عکس خودتون رو توی مجله مورد علاقتون دیدید. خلاصه با ما در ارتباط باشید. فاطمه خانبخش، شاگرد اول کلاس اول دبستان شهید حمید فاتحی با معدل 20. مریم عربی، شاگرد ممتاز کلاس سوم دبستان وحدت کرمان با معدل 19.86. مهرانگیز قنواتی، شاگرد اول کلاس دوم دبستان ام لیلا بندر ماهشهر با معدل 20. بذاری آقا پسرم بخونیم دیگه. محمد معین عیازی، شاگرد اول کلاس اول دبستان رضویه کرمان با معدل 20. و یه آقای دیگه، مرتضی امامی، شاگرد ممتاز کلاس اول دبستان شهید بهادر میرچی نشتارود با معدل 19.90. پس قول بدید اگر برنامه ما رو دارید نگاه میکنید حتما با ما در ارتباط باشید. ممنون از همه شما. چه آدم هایی عمر عزیزشون رو صرف نوشتن کردن تا من و شما با آگاهی بیشتری زندگی کنیم. قدر همشون رو بدونیم. اینجا تا همیشه، اینجا کتابخانه ملی ایران، جایی که آدم ها با نوشته هاشون صرف میشن. تا هفته آینده، خدا نگهدار. اون سال اول مهر بعضی از مدرسه ها باز شدن، بعضی از مدرسه ها باز نشدن، بعضی از مدرسه ها باز شدن اما بعضی از دانش آموزا توی کلاس ها حضور پیدا نکردن. آخه خیلی هاشون از اون شهر رفته بودن. اما بعضی از دانش آموزا
هم توی مدرسه حاضر شدن و هم بعد از ظهرها یه جای خیلی خوب، جایی که میشد یه جورایی زندگی رو با همه سختی ها و دشواری هاش تمرین کرد. راه بهتر نگم، اما یادتون باشه که بعضی از کلاس ها علاوه بر یاد دادن تاریخ و جغرافیا و ریاضی و خیلی درس های دیگه، درس انسان شدن و جوان مرد شدن رو هم به بچه ها یاد می دادن. و کسی که ما راجع بهش صحبت می کنیم یکی از اونهایی بود که هم توی مدرسه حضور پیدا می کرد و هم توی یکی از این کلاس ها درس جوان مردی رو تمرین می کرد. مهربون بود، دوستش داشتم، نشان همه دویدنها، مثل یه پهلوون وسط ذهن من میچرخید، مثل ساعت، مثل ماه، مثل خورشید، مثل من، مثل تو میچرخید، نشون همه دویدنهای بی پایان کودکی تو طول تموم کوچه های خاکی میچرخید. حالا آروم میگیره یه گوشه و همه چرخیدن زیبای دوران زندگی من و تو میشه. خاطره خاطره. این عکس ها تا امروز مال آلبوم شما بود، عکس هایی از عزیزان شما، برای شما از کودکی تا شهادت. اما حالا این عکس ها متعلق به همه ملت ایرانه. آلبوم شهدا، آلبوم غیرت و شرف، آلبوم یک ملت. آی ملت ایران، ورق بزنید تاریخ عزت رو، تاریخ شهادت رو، در آلبوم تا همیشه، از کودکی تا شهادت. برای ما بفرستید تصاویر عزیز ملت ایران رو. بعضی حسا هیچ وقت دست از سر آدم بر نمی دارن. بعضی حسای خوب، گاهی بعضی حسای بد، گاهی بعضی حسایی که همراه با دلشوره هستن. اما یه جور دلشوره خوب. مگه دلشوره میتونه خوب باشه؟ آره چرا نمیتونه؟ دلشورهی که منجر به انجام یه کار خوب باشه دلشوره خوبیه دیگه. بعضی از دلشوره ها باید توی زندگی آدم وجود داشته باشه که آدم احساس مسئولیت بکنه. دلشوره ها که فقط مال آدم بزرگ ها نیست، بچه ها هم در زمانهای خاصی دلشوره های خودشون رو دارن. بعضی حس ها همیشه تر و تازه میشن با یه نشانه و با یه علامت کوچیک. تا کی؟ تا همیشه.
استرس میگیره آدم اینو. میخوان قطعش کنی؟ یاد روز اول مهر افتادم که می‌خواستم مدرسه، زیاد خوشحال نشدم ولی خب ناراحت هم نشدم. یاد یه چیزایی افتادم که بد نبود. دوران خوبی بود ولی یه خود سخت بود دیگه. بعد سه ماه می‌خواستیم بریم مدرسه دیگه خود دشوار بود. یه هفته بعدش همه چی حله، دوباره همه چی خوبه، مدرسه خوش می‌گذره. ولی همین که فکر می‌کنی داری وارد یه فضایی میشی که می‌خوان ازت درس بپرسن، بعد جواب پس بدی، بعد همین اتفاقات. خنکی هوا، صبح زود بیدار شدن ها، سر نیمکت سه نفره نشستن، شیطونی کردن، زنگ تفرید. خیلی حس خوبی که وقتی این شعر رو میشنویم، این آهنگ رو میشنویم. یاد بچه ها میفتم که صبح آمادش رو میکردم، میفرستدمشون مدرسه. موزیک خوبی بود. یادت اول مهر، ولی خودمونی ما اول مهر اصلا حس و حالی که بری مدرسه نبود. حالش بگیری بخوابی تخت زیر پتو، ولی بعد 6 صبح بلند می‌شدی، کیفتو می‌انداختی رو دوشتو می‌رفتی مدرسه. الحمدلله الان همه‌شون به ثمر رسیدن، حالا برای نوه‌ها داریم فعالیت رو می‌کنی. خوی خرید لباس نو و یه شادی خاصی داشت اون ایام و خاطرات خوبه این که بخوایم دوباره بریم دوستانمون رو نزدیک زیارت بکنیم، باهاشون بریم بازی بکنیم. خیلی خیلی جای لطف داره در رابطه با اینه که ما یاد یک گذشته هامون کردیم، واقعا جوانی هامون رو یادمون انداختی. مزیدی همه پولاتو دادی، کشمش خریدی؟ میخواستی تشویقت کنن ولی آقای نازم گفت سر پرید. تو چقدر ندید بدیدی؟ تو عمرت نگه چهار ندیدی مجیدی؟ ندیدی گربه بازرس. ساختگی و دروغه. جناب بازرس در خدمتم قربان. کاراگاه کبوتر سفید. بر اساس تحقیقاتی که تا به حال شده، این غول که همه جا صحبتشه در واقع یک کرکس بزرگه که خودشو استتار کرده. اون فوق‌العاده وحشی و درنده خوست و چون خیلی دوست داره میمونا رو بخوره، از این رو به کرکس میمونخوار نیز مشهوره. حالا شما برید و با لیاقتی که دارید سعی کنید مخفیگاهش رو پیدا کنید. به محض اینکه پیداش کردید فوراً به من خبر بدید. بله قربان، اطاعت میشه. سوا پس چرا نمیاد؟ به ما میگیرم سب کنید، سب کنید.
لعنتی، حمله! ای قاتل، حالا اولین مرحله حمله رو اجرا کنید. یه ضبط صوت قدیمی و درب و داغون، یه کاست، یه کاست شکسته و قدیمی و درب و داغون، و یه ترانه، یه ترانه قدیمی خاطره انگیز برای من، برای تو، برای همه ما. قشنگی که قلب‌های آدم‌ها رو به هم نزدیک می‌کنه، آدم‌ها رو به هم پیوند میده، بینشون پل می‌زنه. مهر، ماه مهر نزدیکه. دوست داری با هم یه قرار بذاریم؟ ماه مهر یعنی ماه مهربونی. پس میتونیم با هم قرار بذاریم که از همین مهر، مهری که چند روز دیگه مهمون خونه ها و قلب های ما میشه، نسبت به هم مهربون تر باشیم. این قرار بین من و تو برای ماه مهر. ماه مهر یعنی ماه مهربونی. تا که معلومه دیگه، تا همیشه. خدا نگهداره همه شما. دشتاش پر از بوی گل، اینجا همش بهاره. دونه ما در خدا شدی،